توی جهان دستگاه‌های اختراع شدن که دیدن کارشون خیلی آرامش بخشه. توی این ویدیو از میت به 10 اختراع باحال اشاره می‌کنه که کارهای جالبی انجام میدن. بریم سراغ اولین اختراع. اختراع اولی که میخوام بهتون بگم مربوط به یه شرکتیه به نام فورمیک که کارش فرم دادن ورقه های 4 میلیمتری پلاستیکی به کمک خلا و گرماه. کافیه که قالبتون رو توی دستگاه بذارین، به سمت پایین فشارش بدین، ورقه پلاستیکی رو روش بذارین و دستگاه کارش رو شروع بکنه. با وارد کردن حرارت بسیار بالا توی مدت 60 ثانیه پلاستیک نرم و انعطاف پذیر میشه. حالا قالب به سمت بالا میاد و پلاستیک فرم قالب رو به خودش میگیره. این قالب میتونه هر چیزی باشه، از لوگوهای تجاری گرفته تا چهره شخصیت‌های سینمایی. در حال حاضر پرینترهای سه‌بعدی جای خودشون رو توی بازار باز کردن و میتونیم ما به کمک اونها اشکال مختلفی رو بسازیم. اما چیزی که ممکنه باعث تعجب خیلی‌ها بشه، ساخت یه خونه واقعی با پرینتر سه‌بعدیه. منظورم یه خونه عروسکی نیست، یه خونه واقعی که توش راحت میتونید زندگی کنید. این موضوع انقدر واقعه که یه سازمان خیریه به اسم نیو استوری با شرکت عمرانی فناوری آیکان شروع به همکاری کردن و هدفشون اینه که بحران بی‌خانمانی رو کاهش بدن یا بتونن حلش بکنن. هدف نهایی ساخت خونه‌های 60 متر مربعی در کمتر از 24 ساعت، اون هم با قیمت 4000 دلاره. حالا بریم ببینیم این خونه‌ها چجوری ساخته میشن. در مرحله اول اپراتورها مساله ساختمانی و سازه‌های چوبی رو سرهم می‌کنن. اینجاست که پرینتر سه‌بعدی قولپکر ولکان وارد عمل میشه و مثل یک شیرینی‌پز حرفه‌ای ملاط‌ها رو لایه به لایه روی هم قرار میده. در آخر هم کارگرها میان بقیه کارها رو انجام میدن. مثلا درها رو نصب میکنن، پنجره ها رو نصب میکنن یا به کار سیمکشی برق و لوله کشی آب میپردازن. سازمان نیو استوری برنامه‌ریزی کرده که هزاران خونه رو توی السالوادور بسازه تا مطمئن بشه افرادی که میتونن ماهیانه 200 دلار رو پرداخت کنن یه سرپناه امن و راحت داشته باشه. هرچی این هدف موفق تر باشه، ما از دیدن کار ولکان بیشتر لذت میبریم. یکی از آزاردهنده ترین صحنه هایی که تو طبیعت میبینیم ریختن زباله توی سواحل و اقیانوس هاست. حالا یه شرکتی به نام CBM Project اومده و این مشکل رو حل کرده. این اختراع اینطوریه که یک سطل های بزرگ توی آب قرار میده که فقط قسمت بالاشون خارج از آب قرار میگیره. داخل سطل یه توری پلاستیکی هست و کف سطل یه پمپه که آب رو به داخل خودش میکشه. همراه آب یه سری زباله که داخل آب هستن به داخل سطل کشیده میشن. برای خارج کردنش فقط کافیه که توری رو برداریم، زباله ها رو خارج کنیم و سطل رو دوباره به آب برگردونیم. اینم بهتون بگم، اگر آب زیان داخل این سطل گیر بکنن مشکلی براشون پیش نمیاد و فقط کافیه اونا رو برداریم و به زیستگاهشون برگردونیم. در کنار این اختراعها میخوام یه سرویس ایرانی رو بهتون معرفی کنم. اگه تا حالا براتون پیش اومده که موقع خرید کردن موجودی کارتتون کم بوده یا کارتتون همراهتون نبوده، سرویس تالی حتما میتونه کمکتون کنه. با اعتبار تالی میتونین از همه فروشگاه‌هایی که دستگاه کارتخوان آب دارن، بیش از 100 تا فروشگاه آنلاین و 10 تا فروشگاه زنجیره‌ای خرید کنین. کل پروسه ثبت نام، اعتبار سنجی و دریافت اعتبار تالی رایگانه و به صورت غیر حضوری انجام میشه. اگه سر موعد مقرر صورت حسابتون رو تسویه کنین، سود و کارمزد ازتون گرفته نمیشه. در ضمن در صورت خوش حسابی اعتبار شما به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه. برای ثبت نام دو تا راه وجود داره. اول وبسایت tali.credit و دوم از طریق اپلیکیشن آب وارد ثبت نام اعتبار تالی بشین، مشخصاتتون رو وارد بکنین، بعد از اعتبار سنجی اعتبار تالی به شما تعلق میگیره. میتونین با تالی امروز خرید کنین و ماه بعد تسویه کنین. اختراع بعدی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم مربوط به ناسا. همه ما وقتی که لاستیک ماشینمون پنچر میشه به شدت اعصابمون خرد میشه و ناراحت میشیم. حالا فرض بکنید اگر این اتفاق توی ماه یا مریخ بیفته. ناسا فکر اینجاش هم کرده و تونسته فناوری تولید لاستیک رو ارتقا بده تا مطمئن بشه هیچ لاستیکی اونجا پنچر نمیشه. وقتی به لاستیکای تولیدی ناسا نگاه میکنیم فکر میکنیم زنجیره آهنی به هم پیوستن، اما این درست نیست. ترکیب اونا از نیکل و تیتانیومه. لاستیک‌های تولیدی ناسا بر اثر فشار زیاد پنچر نمیشن و با برخورد به موانع تغییر شکل میدن و یه جورایی جابجا میشن. اینکه ببینیم ماشین‌های آفرودی این لاستیک‌ها رو دارن و از روی صخره‌ها بالا پایین میشن حس خیلی خوبی به آدم میده. لاستیک‌های تیتانیومی ناسا خیلی خیلی گرونن، اما چه کسی میدونه، شاید با تولید انبوه اونها و گذشته زمان قیمتشون کمتر بشه.
اختراع بعدی که به نظر من خیلی جذابه، دستگاه سنگ فرش چین آپتیمیسته. این دستگاه کارشو با صاف کردن سنگریزه های توی مسیر با رنده های خیلی بزرگ شروع میکنه و وقتی بتون زیر کار آماده میشه، سنگ فرش های چیده شده رو برمیداره و توی محل خودشون قرار میده. فقط ممکنه چند تا جای خالی باقی بمونه که به کمک کارگرها پر میشن. به کمک آپتیمیست توی مدت زمان کوتاهی میتونیم مسیرهای پیاده روی، مسیرهای رانندگی و محوطه های پارکینگ رو سنگ فرش بکنیم. حتما شما هم چمنزنهایی رو دیدین که پشت یه تراکتور وصل شدن و توی یه مزرعه دارن حرکت میکنن. اختراعی که میخوام راجبش حرف بزنم ماشین چمنزنی بریل مایره. با اینکه ماشین چمنزنی بریل مایر یه دستگاه خیلی خیلی بزرگه، اما نگاه کردن به اینکه مردم دارن با اون رانندگی میکنن، توی مزرعهشون دارن از اون استفاده میکنن، حس خیلی خوبی به آدم میده. اگر از بالا بهشون نگاه کنین شبیه مورچه‌هایی هستن که میخوان غذا رو به سمت کلونیشون حرکت بدن. چمنزن بریل مایر یه کاربرد دیگه هم داره و میتونه مواد مختلف از جمله کودها رو به نقاط دورتر پرتاب بکنه. کشاورزی که از این روش استفاده میکنن هیچ روش جذاب دیگه یا نمیتونن پیدا کنن که به اندازه این روش کاربردی و لذت بخش باشه. شرکت بریل مایر به فکر زمینهای بزرگ کشاورزی هم بوده و یه ماشین چمنزنی دوتایی ساخته. شما اگر سوار اون بشین و اونو هدایت بکنین میتونید یه زمین بیسبال یا فوتبال رو در عرض یک چشم به هم زدن صاف و مرتب کنید. نگاه کردن به پهپادهای در حال پرواز خیلی جذابه، اما جذابتر از اون پهپادهایی هستن که برای پرواز توی مسیرهای خطرناک طراحی میشن. الیوس و الیوس 2 پهپادهایی هستن که توی قفسهای دایره‌ای شکل محصور شدن. از اونا برای پرواز توی مسیرهای انتخاب میشه که پهپادهای عادی نمیتونن پرواز کنن، مثلا جاهایی که ممکنه اشیاء خارجی بهشون برخورد کنن یا فضاهای تاریک باشن یا مثلا یه سری لوله‌های تنگ مثل تانکرها. این دستگاه‌ها یه دوربین HD بهشون متصل شده که تصاویر رو برای اپراتوری که خارج از این محوطه ایستاده ارسال می‌کنه. به نظرم هدایت کردنشون خیلی می‌تونه جذاب باشه. تا کردن لباس‌ها به شدت کار وقت‌گیریه و من توی این کار به شدت تنبلم. اختراع بعدی که می‌خوام راجعش باهاتون صحبت کنم ماشین تاکون اسپیدیتیه. این دستگاه به اندازه یه میز ناهارخوری و کافی شما لباستون رو روش پهن کنین و آستینتون رو از سرش آویزون کنید. با زدن دکمه ماشین کار خودش رو شروع میکنه و لباس تا شده رو تحویل شما میده. فرایند تا کردن لباس کمتر از 3 ثانیه است. وقتی لباس ها تا میشن مرتب شده روی تاقچه ماشین قرار میگیرن. دقیقا مثل همون چیزی که روی قفسه فروشگاه ها یا ویترین بوتیک ها میبینیم. بوتیک داره که لباس های تا شده را اول میخوان توی پلاستیک بذارن و بعد روی قفسه قرار بدن، باز هم میتونن از اسپیدیتی استفاده بکنن. اسپیدیتی به جای اینکه لباس های تا شده را روی قفسه خودش قرار بده، اونها رو میاره بالا تا بتونن روش پلاستیک بکشن و بعد از این کار روی قفسه خودشون قرار بدن. لیزرها کاربردهای خیلی زیادی دارن. مثلا یکی سرگرم کردن گربه هاست. اما اون اختراعی که میخوان در موردش صحبت بکنیم خیلی بزرگتر از این حرفاست. دستگاه برش لیزری تاندر که برای خلق آثار هنری استفاده میشه. فقط کافیه بهش بگین کجا و چطوری حرکت کنه تا چیزی که تو ذهن شماست رو خلق بکنه. این دستگاه میتونه قطعات چوبی، الیاف با چگالی بالا و حتی ورقای فلزی رو برش بزنه تا طرحی که توی ذهن شماست رو پیاده کنه. دوره سنگ فرش کردن آجر با آجر خیابون‌ها داره تموم میشه و به کمک ماشین رود پرینتر RPS6 میتونیم 5 برابر سریع‌تر خیابون‌ها رو سنگ فرش کنیم. علاوه بر این وقتی که چینش هنرمندانه ماشین RPS6 رو میبینیم به شدت شگفت‌زده میشیم. کارکرد RPS6 ترکیبی از فناوری و کار یدیه. کارگرها در ابتدا آجرها و سنگ‌ها رو برمی‌دارن و بالای دستگاه می‌ذارن. بعد از این کار اونها رو توی خط صاف روی سطح شیبدار دستگاه قرار میدن. توی مرحله بعد دستگاه اونها رو داخل خودش میکشه و به شکل خیلی خیلی هنرمندانه شروع به سنگ فرش کردن خیابون‌ها میکنه. چیزی که RPS6 رو خیلی بالاتر میکنه اینه که میتونه خیابون‌های با عرض 6 متر رو هم سنگ فرش بکنه. تنها کاری که شما باید بکنید اینه که ماشین رو جوری هدایت بکنه تا از مسیر تعیین شده منحرف نشه.